با مجموعه خبری ساعت ده با من یماسیوش خوش آمدید. سرخط خبرها: تردید کرزی پس از تایید جرگه. با وجود تایید توافقنامه امنیتی از سوی جرگه مشورتی، رئیس جمهور کرزی بر پیش شرطهایش برای امضای این پیمان تاکید کرد. و اگر یک بار دیگر افتادی قرارداد نمیشه، سفیرشان شیشته مشنود، یک بار دیگه به خانه ما رفته بود برای عملیات نظامی قرارداد نیست. امضای توافقنامه امنیتی یا هجرت رئیس جرگه مشورتی. صبغت الله مجددی هشدار داد اگر رئیس جمهور کرزی پیمان امنیتی را امضا نکند، افغانستان را ترک خواهد کرد. و اگر امضا نمیکنه رئیس، ما به شما وعده میتم که من یک آدم گناهکار و یک خدمتگار ملت که 35 سال خدمت هستم، استعفا میکنم از همه چیز و مهاجرت میکنم، از این وطن میبرایم و یک وطن دیگه میرم. خشونت در برابر زنان، افزایش خشونت ها و بالا گرفتن نگرانی ها. و توافق تاریخی از تایی ژنو، خوشنودی ایران و استقبال آمریکا. سلام و شب شما بخیر. با وجود تاکید شرکت کنندگان جرگه مشورتی بر امضای پیمان امنیتی، رئیس جمهور کرزی بر پیش شرطهایش برای امضای این پیمان تاکید کرد. تأمین صلح در یک ماه آینده، توقف عملیات در روستاها و برگزاری انتخابات شفاف و به موقع شرطهای عمده رئیس جمهور کرزی است. آقای کرزی میگوید که اگر آمریکا و پاکستان بخواهند، در افغانستان صلح تأمین خواهد شد. رئیس جمهور کرزی از آمریکا خواست تا پس از این در برابر افغانستان صادقانه عمل کند. زلمای زوبولی، عضو مجلس سنا و از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی، برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای زوبولی. زنده باشید. با وجود مشورت جرگه مشورتی، آقای کرزی ظاهرا نپذیرفت این مشورتی را که جرگه ظرف چند روز رایزنی کرد روی این توافقنامه. فکر میکنین به چه دلیل آقای کرزی داره پافشاری میکنه برای تأخیر در امضای توافقنامه؟ خب سلام به شما و تمام بیننده تلویزیون تلو. یک مطل ما شما داری میگه ترک عادت موجب مرگ میشه. خو جناب رئیس جمهوری، ما شما یک عادتی خرابی که داره بدبختانه با چیزایی که وعده میکنه بسیار زود از او پشیمان میشه. ولی جرگه مشورتی جایی نبوده که جناب رئیس جمهور بسیار عجله تصمیم گرفت، بسیار احساساتی شد در مقابل جناب اعضا صاحب احساساتی شد. رئیس جمهور در روز اول گفت که تمامی تصامیمی که جرگه مشورتی میگیره او را ما عملی میکنم، او را ما احترام میگذارم. ولی بدبختانه امروز هم یک قسمت که تمامی جرگه، تمامی کمیسیون پنجاگانه گفتن که ما میخوایم که پیش از 2014 به امضا برسد پیمان همکاری امنیتی، ولی رئیس جمهور گفت که ما یک شرط دارم، او را باید بار از انتخابات یا بار از 2013 که سال 2014 میشه امضا میکنم. ایرا نه امریکایی هم برش قابل پذیرش نیست، چون اونا پیش بینی کرده و نه برای اعضای جرگه. و اعضای جرگه هم که یگانه نقطه منفی که در رئیس جمهور یافت همین نقطه بوده، اونا تبصره کرد که رئیس جمهور کدام خواستی خدا داره که در وقت انتخابات اونا رو تحت فشار بگیره. ولی با وجود آن هم یک جرگه بسیار موفق بوده، خصوصا در قسمتی. ولی آقای زابلی، فکر نمیکنین زمانی که رئیس جمهور پیشنهادهای جرگه را نمیپذیره، آقای کرزی به نحو استفاده ابزاری کرده از حضور 2500 تن در جرگه؟ اینطور نیست که باز جناب رئیس جمهور چیزی که گفت اونا عملی بشه. عین پیمان پس میره به پارلمان، واعضای پارلمان هم از هر دو جرگه اشتراک داشتن، اونا یک چیزی نظریات که داشتن را در پارلمان مطرح کرد و با مو چیزی که جناب رئیس جمهور گفته اونا عمل نخواهد کرد. و رئیس جمهور ما مطمئن هستیم که تا وقت خودشان پشیمان خواهد شد و چیزی که جرگه گفته و پارلمان تصویب میکنه به اونا احترام خواهد کرد. آره، تا یک ماه صلح در افغانستان میای، آقای کرزی میگه باید یا آمریکایی ها تا یک ماه صلح بر افغانستان بیارن و یا اینکه امضا نخواهد کرد. ایشان گفتند که مسئولیت این امضای سند به دوش ایشان است، نه کسی دیگری. تنها
اگر ما شما بگیم جناب رئیس جمهور امروز اولتیماتوم داد به آمریکایا، اگر اتا امشب ما نگفت که کدام خانه ای را تلاشی بکنه ما امضا نمی کنم. ولی سلطنا به یک تلاشی یک خانه و دو خانه در افغانستان به اسلام ما شما را تعمیر کردن نمی تانیم. سلاموست که آمریکایا به مطمئن شوه که افغانستان بعد از این چیزی که به اسلام قانون اساسی افغانستان میخه اونا با مو رقم استعمال میشه، قانون اساسی تطبیق میشه و هیچ کدام سوء استفاده از قانون اساسی و یا از پوستای بزرگ نمیشه و از امو مسائل ملی که قانون اساسی امریکایا را پیش بینی کرده او را تامین ببینه اونا مطمئن شوه اونا به صلاح نظر مثبت خواهد داد. این واقعیت است که اگر امریکایا بخه در ظرف یک ماهی در ظرف 24 ساعت اونها میتونه که پاکستان امن کنه، اونها میتونه که طالبان امن کنه با قوتی که داره که یک قوت سوپر پاور جهان است، میتونه که در افغانستان یک امنیت سرتاسری را تامین بکنه. ولی که امریکایا از خود بعضی نقاط نظر در منطقه ولی آقای کرزای چیز دیگری میگه. آقای کرزای میگه که از ظرف چند روزی که مصروف برگزاری جرگه بود امنیت بهتر شده، به نحوی میخواد بگه که اتهام را بر امریکایا ببنده که در ناامنی های افغانستان دست آمریکایی ها است. این خوازی گپ است. ما شما چندین مرتبه شهیدی سانه هستیم. خودم از زابل از امی وقتا که امریکایی ها بوده که با کانتینر مهمات و سلاح را به طالبان میته، یک بخش بسیار عمده امنیت که فعلا خراب کرده امریکایی است. اگر امریکایی بخواهد که در افغانستان امی جنگ قطع شود، صلح بیای، امنیت بیای، اونا میتره. اونا هیچ کدام مشکلی ولی آیا با امضای این توافقنامه امریکایی ها برای امنیت افغانستان کار خواهند کرد یا ادامه خواهند داد؟ شما میگین که تقویت کردن طالبان یکی از نقاط بسیار مثبتی که جرگه داشت به تفاهم تمامی اعضای 2500 نفر یک ماده شمیسته که اگر امریکا به تعهداتی که گفته تعهداتی که به اصطلاح در ذکر از تعهدنامه عمل نکرد ما را به اصطلاح یک جانبه را قطع میکنیم، با امتیازاتی که به امریکا دادیم را قطع میکنیم و یک بدیل دیگه شه که در مقابل یک بدیل نظر به شرایط باشه و را انتخاب خواهد کردیم. این یک التیماتوم یک اختیار بسیار جدی از طرف ملت است با جانب امریکایی ها، نه از طرف خود آقای کرزایی یا حکومت. آقای کرزایی که این توافقنامه را امضایش میگذاره برای پس از انتخابات، فکر میکنین چه هدفی داره آقای کرزایی؟ واقعا کدام هدف خاصی در انتخابات داره که میخواد؟ اول از نظر نظری حقوقی رئیس جمهور وقتی که انتخابات شد یک رئیس جمهور دیگه طبیعی است که انتخاب میشه. او وقت رئیس جمهوری که وقتش پرسته نفر دوم شخصیت دوم انتخاب شده هر کسی که باشه، رئیس جمهوری فعلی باز او وقت صلاحیت نداره که باز او تعهداتی به سطح بین المللی امضا بکنه. صلاحیت اون به اصطلاح بیخی صفر میشه در قسمت امضای تعهدات. یک از نظری حقوقی است و از نظری که تمام جرگه به اونا هیچ همی صلاحیت نداره که شما او امضا کنیم. به این خاطر رئیس جمهور در قسمت از نظر حقوقی کدام صلاحیتی نداره، احساساتی کدام صحبت کرده و یا نظرش همی بوده که سری امریکای فشار بیاره به خاطر انتخابات کدام بهره سیاسی رو بگیره و پیش خودش است. حالا آقای زابلی، اگر رئیس جمهور پیشنهادهای جرگه مشورتی را نپذیره خب چه خواهد شد؟ این شکل دولت ما شما تو نیست که کدام شایی مشروطه باشه که ار تصمیم ولی ظاهرا تمام تصامیم را آقای کرزای میگیره. از امو خاطر امضای این توافقنامه مانده به امضای آقای کرزای. اگر اونا امضا نکنه به پارلمان نمی واقع یک خطی مسلم است. ما شما نظر به قانون اساسی او باید امضا کنه، اوباما امضا کنه به پارلمان جهت تصویب بیاید. اگر امضا نکنه تمام مسئولیت به دوش آقای کرزای است و امریکا گفته که نه ممالک اسلامی با شما دیگه میمانه، نه ناتو میمانه و نه خود امریکایی ها. و این صحبتی بود که جناب کرزای روز اول در جرگه گفت. وقتی که اینقدر خطر متوجه ملت می سازه دو صورت مسئولیتش به دوش خود آقای کرزای خواهد بود. سپاس گذارم. زلمه زابولی عضو مجلس سنا و از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی ممنون از حضور شما. لوی جرگه مشورتی با صدور قطعنامه 31 ماده موافقتش را با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن اعلام کرد. شماری از شرکت کنندگان جرگه برای امضای این پیمان پیشنهادهایی را نیز به حکومت فرستادند. بسیج نیروهای امنیتی، ایجاد یک پایگاه نظامی آمریکا در ولایت بامیان، تامین صلح در کشور و پشتیبانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در برابر تجاوزهای بیرونی از مهمترین پیشنهادهای قطعنامه جرگه مشورتی است. سرانجام پس از 3 روز گفتگو در کمیته های لوی جرگه مشورتی، بیشترین اعضای این جرگه با امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا موافقت نشان دادند. اما خواهان آوردن برخی از تعدیلات در شمار از ماده های این پیمان شدند. تشویش و نگرانی بر سر صداقت کاری مسئولین ایالات متحده آمریکا در افغانستان بود که آیا اینا مثل گذشته همچنان این سریالی که گاهی کجدار و مریض با مردم افغانستان داشتند یا نه که میخواهند بعد از این با صداقت و راستی
به قضایا برخورد بکنند. در ماده چهارم فقره سوم اضافه گردد که در صورت وقوع تجاوز از طرف کشورهای خارجی بالای افغانستان، ایالات متحده آمریکا منحیث متحد نظامی افغانستان مکلف و دفاع نظامی می باشد. در قسمت حفظ و ذخیره مواد کیمیایی و هسته‌ای دریچه تنها برای حفظ و ذخیره اکتفا نشود، بلکه عدم استعمالش هم باید بیاید. در پایان آخرین روز این جرگه شرکت کنندگان یک قطعنامه 31 ماده ای نیز صادر کردند. امنیت و ثبات افغانستان، مبارزه با عرص افغانی، بسیج نیروهای امنیتی کشور و پشتیبانی از این نیروها از مهمترین بخشای این قطعنامه هستند. شمار از شرکت کنندگان این جرگه در این قطعنامه بر ایجاد یک پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در ولایت بامیان تاکید می کنند. همین گونه در یک ماده دیگر این قطعنامه خواهان روی نیروهای آمریکایی در برابر تجاوزهای بیرونی شدند. در این قطعنامه آمده است که نیروهای آمریکایی در افغانستان نباید بازداشتگاه داشته باشند و به پرونده های سربازان مجرم در حضور بازماندگان قربانیان رسیدگی شود. هرچند شمار زیاد از اعضای لایه جرگه مشورتی میخواهند که این پیمان امنیتی تا پایان سال روان میلادی امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی باز هم تامین امنیت و جلوگیری از حمله بر خانه های مردم را از شرط های عمده برای امضای این پیمان میداند. طبقت الله مجددی رئیس لایه جرگه مشورتی هشدار میدهد که اگر رئیس جمهور کرزی پیمان امنیتی کابل را با واشنگتن امضا نکند، افغانستان را ترک خواهد کرد. آقای مجددی امضای این پیمان را نیاز جدی میداند و رئیس جمهور کرزی میگوید که اگر آمریکا به این پیمان عمل نکند، مسئولیت متوجه شرکت کنندگان این جرگه خواهد بود. پایان لویه جرگه مشورتی، صبغت الله مجددی رئیس این جرگه از رئیس جمهور کرزی خواست تا پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را هر چه زودتر امضا کند. آل ما همین قرارداد را که میخواهیم امضا کنیم و باید امضا شود، این یک چیزی است که از این ما منصرف شده نمیتونیم فعلا. رئیس جمهور به ما وعده بده که قرارداد به زودی امضا میکنه و تا جایی که ما تجربه داریم، دانش داریم، علم و شریعت و قانون میفهمیم، انشاءالله که قرارداد به خیر ماست. و اگر از هر ماده قرارداد در آینده دوستای ما و امریکا مخالفت کردن، با جوابگویشان ما ملت خواهد دیم. صبغت الله مجددی از رئیس جمهور کرزی گله می کند و می گوید که رئیس جمهور کرزی گاه گاهی به مشوره های وی عمل نکرده است. خواهش میکنیم که قرارداد به زودی امضا شود و اگر امضا نمیکنه رئیس، ما به شما وعده میتم که ما یک آدم گناهگار و یک خدمتگاری ملت که 35 سال 50 سال از خدمت است، ما استعفا میکنم از همه چیز و ما هجرت میکنم، از این وطن میبرایم و یک وطن دیگه میرم و میگویم که از سیاست غلط حکومت ما مجدد کردیم. واضح میگم، منم درست 3 روز است، دم درست 3 روز ما رفته نیستم انشاءالله. در حالی که صبغت الله مجددی رئیس لایه جرگه مشورتی و شرکت کنندگان این جرگه خواهان امضای این پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن تا پایان سال 2013 میلادی هستند، روشن نیست که رئیس جمهور کرزی در برابر این خواست چه تصمیمی خواهد گرفت. رئیس جمهور کرزی با گذاشتن پیش شرط‌های تازه در برابر آمریکا می‌خواهد که برای خودش امتیازهای شخصی به دست آورد. دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری با تاکید بر این مطلب می‌گوید که رئیس جمهور کرزی از یک سو به خارجی‌ها هشدار می‌دهد که در انتخابات افغانستان مداخله نکنند و سوی دیگر از آمریکا می‌خواهد که شفافیت انتخابات را تضمین کند. وی می‌افزاید که تأخیر امضای پیمان از سوی رئیس جمهور تا پس از انتخابات به این معناست که آمریکا باید از نامزد مورد نظر رئیس جمهور کرزی حمایت کند. معطل ساختن امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن از سوی رئیس جمهور کرزی واکنش‌های شمار از نامزدان ریاست جمهوری را به بار آورده است. دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور کرزی با گذاشتن پیش شرط‌های تازه در برابر ایالات متحده آمریکا در تلاش گرفتن امتیازهای شخصی است. آقای عبدالله میگوید که شفافیت انتخابات هیچ ربطی به امضای پیمان امنیتی ندارد. انتخابات خوب ما از کمیسیون انتخابات، از کمیسیون شکایت انتخاباتی و نهادهای قانونی توقع داریم. پس معنای از این چیست؟ انتخابات خوب چه نوع انتخابات را رئیس جمهور میگه؟ دفعتا امی انتباه
ایجاد میشه که آقای رئیس جمهور در این مسئله کلان ملی در صدد گرفتن یک امتیاز است برای شخص مورد نظر خود. این چیزی است که مورد قبول مردم افغانستان نیست و نخواهد بود. آوردن صلح در کشور یکی از پیش شرط های تازه رئیس جمهور کرزی برای امضای این پیمان است. اما آقای عبدالله می گوید که آوردن صلح آن هم به گونه بیدرنگ ناممکن است و رئیس جمهور کرزی به همین بهانه ها می خواهد که مردم را فریب دهد. او می گوید که اگر رئیس جمهور کرزی نمی خواهد که این پیمان را امضا کند، موقفش را باید روشن بسازد و بگذارد که شورای ملی و مردم در این باره تصمیم بگیرند. خواست ما ایست که سرنوشت این موافقتنامه هر چیز زودتر معلوم شود، چون سال 2014 در پهلویی که مردم در انتظار برگزاری انتخابات هستند به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی، یک سال است که تشویش های مردم دارند. امروز میبینین که تجارت در افغانستان راکت شده، کاروبار توقف کرده، تقریبا فساد اداری اوج گرفته. کسایی که فکر میکنن که خدا نخواسته این سال آخر است در افغانستان، اونا هرچی به دستشان میه و با خود میگیرن و میبرن. همه اینها تشویش های مردم افغانستان است، در حالی که رئیس جمهور مسئولیتش ایست که مردم اطمینان بده. آقای عبدالله از رئیس جمهور کرزی میخواهد که درباره این موضوع ملی که با سرنوشت تمام مردم افغانستان پیوند دارد از احساسات کار نگیرد و عاقلانه تصمیم بگیرد. او میگوید وی به علت در این جرگه شرکت نکرد که این جرگه در تضاد با قانون اساسی کشور برگزار شده بود. پنج گروهی که قصد انجام عملات انتحاری در جریان روزهای لوی جرگه مشورتی را داشتند از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت شدند. رئیس کمیسیون امنیتی جرگه مشورتی در روز پایانی این جرگه در یک نشست خبری میگوید که گروه های عراس افغان کوشیدند تا امنیت پایتخت را برهم بزنند، اما نیروهای امنیتی افغان از انجام حملات آنان جلوگیری کردند. پس از پایان کار لوی جرگه مشورتی، مسئولان امنیتی این جرگه از بازداشت چند گروه عراس افغان که میخواستند امنیت لوی جرگه را برهم زنند خبر میدهند. بیشتر از پنج گروه که آماده عملات انتحاری بودند و با تمام وسایل و چی واسکت های انتحاری می باشه و چی بمای دستی، در مجموع به چندین هزار کیلوگرم مواد منفجره بود که در قسمت های حومه شهر کابل جای به جای شده بود. این مسئولان با ستایش از نیروهای امنیتی از توانمند شدن این نیروها اطمینان می دهند و می گویند که این نیروها آماده هستند تا امنیت تمامی بخش های کشور را نیز تامین کنند. چندین هزار کیلوگرم مواد منفجره بود که در قسمت‌های حومه شهر کابل جای به جای شده بود. بیشتر از 10 فایر راکت ساکر 40 که میگن که راکت‌های بسیار دوربرد است گرفتار شده. گفته می‌شود که برای تامین امنیت لوی جرگه مشورتی در حدود 25 هزار نیروی امنیتی معذف شده بودند و این نیروها شب و روز در تمامی جاده‌های پایتخت و جاده‌های حومه پایتخت حضور داشتند. لحظات دیگر، استقبال اوباما از توافق هسته‌ای با ایران. باز هم خوش آمدید. توافق موقت ایران و گروه پنج به اضافه یک در مورد پرونده هسته‌ای ایران با استقبال باراک اوباما و حسن روحانی روبرو شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که بر بنیاد این توافق ایران نمیتواند به جنگ افزارهای هسته‌ای دست یابد. در همین حال رئیس جمهور ایران حمایت رهبر مذهبی این کشور را از خودش ستایش می‌کند و توافق انجام شده میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان را به وی تبریک می‌گوید. پس از نزدیک به یک دهه سرانجام گروه پنج به اضافه یک و ایران به یک توافق هسته‌ای دست یافتند. بر بنیاد این توافق ایران تا 6 ماه آینده نمیتواند یورانیم غنی شده بالاتر از 5% را تولید کند. بازرسان آژانس جهانی نیروی هسته‌ای باید اجازه یابند تا از تاسیسات هسته‌ای نتنز و فردو دیدار کنند. سانترفیوژهای تازه نباید در تاسیسات هسته‌ای ایران نصب شوند. شمار تاسیسات هسته‌ای ایران نباید افزایش یابد و
علاوه ایران در 6 ماه آینده نمیتواند صادرات نفتش را نیز افزایش دهد. در این توافقنامه ایران با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان آمده است که در عوض نزدیک به 7 میلیارد دلار منجمد شده ایران آزاد می شود و در جریان 6 ماه آینده تحریم های تازه بر ایران وضع نمی گردند. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار می دهد که اگر ایران بر بنیاد این توافق عمل نکند تحریم ها بر ایران افزایش خواهند یافت. امروز ایالات متحده آمریکا یک جا با متحدانش گام بزرگی در راستای رسیدگی به نگرانی ها در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران برداشتند. از هنگامی که به مقام ریاست جمهوری دست یافتم، تصمیمم را برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای نیز روشن ساختم. در همین حال رئیس جمهور ایران میگوید که بر بنیاد این توافق حق غنی‌سازی یورانیم ایران به رسمیت شناخته شده است. هرچند وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این توافق میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 منطقه را برای متحدان واشنگتن به شمول اسرائیل امن‌تر خواهد ساخت، اما نخست وزیر اسرائیل این توافق را یک اشتباه تاریخی میداند و میگوید چیزی را که ایران میخواست به دست آورد. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هزاران تن با راه اندازی اعتراضات امروز یک جاده مهم شهر پیشاور را بستند. این معترضان که هواداران تحریک انصاف پاکستان هستند، هشدار می‌دهند که اگر عملیات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا بر بخش‌های قبایلی پاکستان متوقف نشود، آنان به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد و مانع رفت و آمد کاروان‌های تدارکاتی ناتو خواهند شد. در یک حمله انتحاری و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده امروز در شمال عراق 9 تن کشته شدند و 54 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. جنگ‌افزارهای کیمیایی سوریه در بحر نابود خواهد شد. سازمان جلوگیری از جنگ‌افزارهای کیمیایی می‌گوید نابودسازی جنگ‌افزارهایی که از سوریه گردآوری شدند در بحر گزینه مناسب است. از سوی دیگر در حملات هوایی نیروهای حکومت سوریه بر شهر حلب 40 تن کشته شدند. اخراج سفیر ترکیه از مصر با واکنش تند نخست وزیر ترکیه روبرو شده است. رجب طیب اردوغان میگوید که وی نمیتواند به کسانی که از راه کودتای نظامی به قدرت رسیدند حرمت بگذارد. تا لحظات دیگر باز هم خوش آمدید. نهاد حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان نگران است. رئیس اجرایی نهاد می‌گوید که خشونت‌های جسمی، خانوادگی، آزار و اذیت زنان در کشور هنوز هم ادامه دارد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از کشورهای منطقه نیز خواستار توجه بیشتر به حقوق زنان افغانستان هستند. در نخستین نشست منطقه‌ای حقوق زنان در کشور، شماری از شرکت کنندگان این نشست از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان سخت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که هرچند زنان پیشرفت‌هایی داشتند، با این همه هنوز هم آنان با خشونت‌های بسیار روبرو هستند. خشونت علیه زنان ادامه دارد و هر روز ایجادی و یک تبدیل شده به یک بحران بسیار کلان در جامعه ما. به او خاطر است که ما میخواییم که بگوییم که تنها مشارکت سیاسی زنان در قانونگذاری و در پروسه دولت‌مداری در افغانستان تنها راه حل نیست. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از کشورهای منطقه خواهان راهکارهای مشخص برای کاهش خشونت در برابر زنان هستند. خشونت در برابر زنان افغانستان افزایش یافته است و از میان برداشتن این خشونت‌ها به زمان بیشتر نیاز دارد. در این کشور بیشتر قدرت در دست مردان است. از همین رو در زمینه تأمین مسئولیت زنان کارهای زیادی انجام شده‌اند و نیز فرصت‌ها از دست رفته‌اند. از سوی هم برخی از شرکت کنندگان این نشست و فعالان حقوق زن خواهان تصویب قانون منع خشونت در برابر زنان از سوی شورای ملی هستند. به باور آنان با تصویب این قانون و عملی شدن آن خشونت ها در برابر زنان کاهش خواهد یافت. در پایان نگاه دیگر به چند خبر.
با وجود تایید توافقنامه امنیتی از سوی جرگه مشورتی، رئیس جمهور کرزی بر پیش شرطهایش برای امضای این پیمان تاکید کرد. سبقت الله مجددی رئیس جرگه مشورتی هشدار می‌دهد که اگر رئیس جمهور کرزی پیمان امنیتی کابل واشنگتن را امضا نکند از افغانستان هجرت خواهد کرد. و توافق ایران و پنج به اضافه یک در مورد پرونده هسته‌ای این کشور با استقبال باراک اوباما و حسن روحانی روبرو شده است. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.